كان بحث مقدم سیرو مطرح کردیم و آماده شدیم که این جلسه در واقع به سمت تعریف فلسفه دین حرکت بکنیم. اون جلسات این جلسه اول است کردن که ما در واقع از تصدیقاً دو راه میتونیم به سمت تعریف فلسفه دین سیر بکنیم. یکی این که ابتدا فلسفه و دین رو که دو جزء فلسفه دین هستن یه درک اجمالی و تعریف ابتدایی ازشون قائل بشیم و بعد بر اساس این درکی که از این دو مقوله پیدا کردیم تلاش بکنیم فلسفه دین رو تعریف بکنیم و این راهی بود که در دو جلسه گذشته درش حرکت کردیم. و راه دوم این که ما در واقع با سوالات و مسائل و پرسش‌های فیلسوفان دین آشنا بشیم و ببینیم که اینها چه پرسش‌هایی رو پیش روشون می‌ذارن، از چه راه‌هایی تلاش می‌کنن که به این پرسش‌ها پاسخ بدن و با رفتن در داخل دریا با شنا کردن آشنا بشیم و به این ترتیب درکی از فلسفه دین پیدا کنیم. امروز سعی کنیم هر دوی این راه ها رو تا اونجایی که ممکنه طی بکنیم و در مورد فلسفه دین رو تعریف بکنیم. در جلسه اول اگر خاطرتون باشه در مورد فلسفه گفتگو کردیم و سلام در کنار در این اذعان به دشواری تعریف فلسفه دین فلسفه تلاش کردیم که در واقع تعریف ابتدایی و اجمالی از فلسفه داشته باشیم که ما رو در ادامه بحث یاری بکنیم. ابتدا مجموعی از پرسش ها رو طرح کردیم که به نظرمون میرسیدیم پرسش ها در سایر معارف پاسخ پیدا نمی کنه. در چهار دسته گفتیم این پرسش ها رو میشه تقسیم بندی کرد: پرسش های متافیزیکی، پرسش های اپیستمولوژیک، پرسش های اتیکال یا مربوط به فلسفه اخلاق و پرسش های منطقی یا لوجیکال. گفتیم که اگر این پرسش ها مهم باشند که فکر می کنیم در مورد اهمیتشون کسی تردید داشته باشه، اگر این پرسش ها در سایر معارف غیر فلسفی پاسخ پیدا نکنن که باشن فکر نمی کنم مخالفی داشته باشه این ادعا، و اگر این پرسش ها اساسا پاسخ دادنی باشن که اینجا البته محل مناقشه است، اون وقت ما با این مجموعه از پرسش های مهم قابل پاسخ دادن که در سایر معارف پاسخ پیدا نمی کنه مواجه میشیم که میتونیم این پرسش ها رو پرسش های فلسفی بنامیم، کما اینکه سنتا همین پرسش ها رو پرسش های فلسفی خوندن. و کسی رو که اقدام میکنه به پاسخ دادن به این پرسش ها فیلسوف و مشغله ای رو که مجموعه از سیستمی رو که مسئول داد و ستد فیلسوف با این پرسش ها هست فلسفه. بعد از اینکه این مسئله رو طی کردیم گفتیم علاوه بر پرسش هایی که فیلسوفان رو و فلسفه رو از سایر شاخه های علم در واقع متمایز میکنه، ما میتونیم رویکردهای عمده فیلسوفان رو هم بررسی کنیم و به این ترتیب به درک دقیق‌تری از فلسفه نائل بشیم. چهار رویکرد و چهار خصیصه رو برای فلسفه برشمردیم اگر دوستان بخاطر داشته باشن. یکی وضوح‌گرایی بود، یعنی تمایل به روشن کردن مفاهیم براهیم و متعملات و نظام ها. یکی برهان‌گرایی بود، یعنی اتکای بر ادله بیش از اتکای بر هر چیز دیگری. بعد نقدگرایی بود، یعنی دائما پرسش کردن و جای متوقف نشدن و به راحتی نپذیرفتن. و گفتیم که البته نقدگرایی از راه‌های مختلف خودش رو میتونه نشون بده: استخراج مفروضات، استخراج مدلولات، بررسی سازگاری درونی، بررسی انسجام درونی، بررسی باورپذیری و بررسی صدق. و آخرین رویکرد یا خصیصه‌ای که برای فلسفه برشمردیم در واقع تألیف‌گرایی و ترکیب‌گرایی، یعنی تمایل به ایجاد یه نظام از مجموعه داده‌هایی که در اختیار ماست. البته این تمایل به تألیف‌گرایی و ترکیب‌گرایی میتونه شکل‌های افراطی هم به خودش بگیره که اونها رو بعد از تجربه تاریخی که بشر داشته کنار گذاشته. بعد از این مقدمات به یه تعریفی از فلسفه دست پیدا کردیم و گفتیم که در واقع فلسفه یه مشغله انسانیه که در تلاش پاسخ دادن به اون چهار نوع پرسشی که ما گفتیم از این راههایی که ذکر کردیم، یعنی ایجاد وضوح، اتکای بر براهین، نقد کردن از اون طریقها و ارائه یک نظام یا سیستم مورد بحث. در جلسه دوم همونطور که دوستان به خاطر دارن به سراغ تعریف دین رفتیم و از خودمون پرسیدیم که در واقع دین عنوان یک پدیده‌ای که جهان رو کاملا دو شرقه کرده، یعنی به دو قسمت کاملا متمایز از همدیگه، قدسی عرفی، آسمانی زمینی، دنیوی اخروی، دیندار غیر دیندار، مقدس نامقدس تقسیم کرده، این پدیده‌ای که همچین اتفاق رو در این عالم در واقع موجب شده که رخ بده، این پدیده‌ای که زیر الاضلاع مهم در واقع چیه و چطوری میشه تعریفش کرد. و اشاره کردیم که تعریف دین هم در واقع مثل تعریف فلسفه کاری است به غایت دشوار و همونطور که دوستان هم همراهی کردن دلایل مختلفی رو برای این دشواری برمی‌آوردیم.
یکی اینکه در واقع ادیان متعدد و متفاوت با هم دیگه هستن، حتی در محوری ترین مدعیات و آداب و تجربه هاشون. بعد گفتیم که ادیان پیچیده و کثیر الاضلاع هستند، یعنی تشخیص اضلاع مختلف دین و بعد تنظیم اولویت ها و ترتب بین این اضلاع قائل شدن کار دشواری است. بعد هم گفتیم که هم تک تک ادیان تحول تاریخی پیدا کردن، هم کل پدیده دین در طول تاریخ دستخوش تحول شد و ما باید از خودمون بپرسیم که کدام بخش از این زندگی دائما دگرگون شونده بیشتر باید مد نظر ما باشه، یا همه اون باید مد نظر ما باشه، یا ادوار خاصی. آیا ما به نوعی از تکامل در تاریخ دین قائل هستیم یا نه، که این پرسش‌هایی که در مقام تعریف دین باید بهش پاسخ بدیم. پیش از اینکه دین رو تعریف بکنیم، یعنی کاری که جلسه قبل نرسیدیم انجام بدیم، تقسیم بندی هایی رو که پاره‌ای از فیلسوفان دین درباره تعاریف دین در واقع ارائه کرده بودن، بخش پایانی صحبت ما در جلسه قبل. همونطور که دوستان به خاطر دارن از یندل نقل کردیم که تعاریف دین به دو دسته قابل تقسیم هستن. تعاریف سابستنشال یا داکترینال دسته اول بودن که عمدتا در مقام تعریف گوهر دین هستن و برای تعریف گوهر دین عموما از اعتقادات دینی مدد میگیرن، و دسته دوم تعاریف فانکشنال یا پراگماتیک بود که در واقع بیش از اینکه به گوهر دین کار داشته باشن، به کارکردهای دین، هم از کارکردهای روانی سایکولوژی که کارکردهای اجتماعی سوسیولوژی که دین نظر دادن. و گفتیم که این قبیل تعاریف رو، یعنی هر کدام از این دسته تعاریف رو، به دو دسته نوت و غیر نوت، تعاریف غیر جانبدارانه و باز یا جانبدارانه و بسته میشه تقسیم کرد، و از هر کدام از این انواع مثال‌هایی رو من خدمت دوستان عرضه کردم. تقسیم بندی بعدی رو هم که تقسیم بندی هیچ بود، باز با هم راجبش گفتگو کردیم که تعاریف رو به دو دسته تقسیم کردیم: تعاریف دینی و تعاریف ناتورالیستیک. که تعاریف دینی در واقع سبت اون موضوع تعریف که دین باشه رو مفروض می‌گیرن، اما تعاریف ناتورالیستیک چنین دایی و پیش‌فرضی ندارن. و تعاریف ناتورالیستیک رو هم به سه دسته تقسیم کردیم: باز پدیدارشناسانه، روانشناسانه و جامعه شناسانه. این در واقع خلاصه مسیری بود که ما در دو جلسه گذشته طی کردیم. در این جلسه ما در واقع چند، من از بین مجموعه تعاریفی که برای دین عرضه شده، چهار تعریف رو انتخاب کردم. دو تعریف از همین فیلسوف دینی هست که جلسه قبل هم ازش یاد کردیم، کیت یندل، یک تعریف از جان هیک هست، و یک تعریف هم از اون چهار مؤلفی هست که کتاب عقل و اعتقاد دینی رو تعریف کردن، مایکل پترسون و همکارانش. من برای دارم این چهار تعریف در بین مجموعه تعاریفی که برای دین ارائه شده، تعاریف جامع، قابل دفاع و روشنگری هستن. یعنی به ما درک نسبتا روشنی از پدیده دین عرضه میکنن، و بعد در ادامه اشتغال ما و کار ما با دین هم همه جا میتونن مددکار ما باشن. البته یکی از این تعاریف رو من خودم انتخاب میکنم، به دوستان پیشنهاد میکنم اونو مبنای کار قرار میدیم. بعد از اینکه این چهار تا تعریف رو عرضه کردم و راجبش گفتگویی اگر لازم بود کردیم، میریم سراغ تعریف فلسفه دین که در واقع مقصود ما در این دو سه جلسه بوده. و بعد از ارائه تعریفی از فلسفه دین، تلاش میکنیم تفاوت فلسفه دین رو با یکی از اشتغالات خیلی مهم درباره دین به نام الهیات در واقع مشخص بکنیم. یعنی بگیم که فلسفه آف ریلیجن با تئولوژی چه فرقی میکنه، و این تعداد اصطلاح رو اینجا در واقع از همدیگه تفکیک بکنیم و تعریف بکنیم. و در پایان بحث هم اون راه دومی که برای تعریف فلسفه دین قرار بود بریم با هم تعیین می‌کنیم. یعنی بعد از اینکه بعد از تعریف فلسفه بودیم به تعریف از فلسفه دین رسیدیم، من 20 تا پرسش محوری رو که در فلسفه دین مطرح هست و فیلسوفان دین بهش مشتغل هستن، فهرستی از اون پرسش‌ها رو اینجا طرح می‌کنم. و با توجه به اون پرسش‌ها در واقع ما به صورت عینی و خیلی ملموس با اشتغال فیلسوفان دین که همون فلسفه دین باشه آشنایی بیشتری حاصل می‌کنیم. در جلسه آینده ما دیگه این بحث مقدماتیمون که درباره فلسفه دین هست رو با این بحث خاتمه می‌دیم که پاره‌ای از رشته‌های دینی پژوهی یا ریلیجیوس استادیز مدرن رو برمی‌شماریم تا با روشن کردن معنای اونها هم بهتر بفهمیم که فلسفه دین چی نیست. یعنی در واقع جلسه آینده درباره پدیدارشناسی دین، روانشناسی دین، جامعه شناسی دین، مطالعات تاریخی و تحقیقی ادیان، اینها گفتگو خواهیم کرد. و به این ترتیب امیدوارم که انشالله ما به یه درک قابل قبولی از فلسفه دین نائل بیاییم و از جلسه پنجم در واقع وارد یکی از بحث‌های مهم در فلسفه دین معاصر که نسبت عقل و دین هست بشیم، و در واقع دیگه اونجا کار محتواییمون رو شروع بکنیم. پس قدم اول رو در این جلسه برمی‌داریم و تعاریفی رو که بنده انتخاب کردم از دین خدمت دوستان عرضه میکنم. تعریف اول هم دو که گفتم از کیت یندل هست. یندل معتقده که این تعریف رو عرضه میکنه، من مینویسم حالا برای دوستان توجه بفرمایید، میگه که دین یه نظام مفهومیه یا یه کانسپچوال سیستمه که جهان رو و موقعیت انسان رو در جهان تفسیر میکنه و
بر مبنای این تفسیر نحوه از زیستن رو پیشنهاد میکنه. یعنی یه تفسیر از جهان میده، بعد یه نحوه زیست رو عرضه میکنه و این نحوه زیست در مجموعی از مناسک و نهادها و اعمال تجلی پیدا میکنه. پس ببینید سه جزء در این تعریف ما میبینیم. یکی این که دین به ما یه تفسیر از جهان و موقعیت انسان در جهان میده. دوم این که این تفسیر در واقع همراه با یه نوع خاصی از زیستنه و این نوع خاصی از زیستن در مجموعی از نهادها مثل مثلا کلیسا، مسجد و غیره، کلیسا، روحانیت و غیره، اعمال مثل نماز، روزه و غیره و مناسک و شعائر در واقع متجلی میشه. پس در واقع این تعریف اولی که بنده مطرح میکنم. یک نظام مفهومیه یا کانسپچوال سیستم که جهان و موقعیت انسان در جهان رو تفسیر میکنه و بر مبنای این تفسیر نحوه ی از زیستن رو یعنی یه فرماکتایت رو در واقع فرماکتایت رو پیشنهاد میکنه و این نحوه زیستن در مجموعه ی از اعمال، نهادها و مناسک متجلی میشه. به نظر بیستان بر اساس اون تقسیم بندی که دفعه قبل کرده بودی چه جور تعریفی از دین کارکردی هم هست دیگه گوهری هم هست دیگه در واقع ببینید داره میگه چه بله خیلی خوب در خانساس دیگه به نظرم داوری نه جواب در واقع بله این در واقع یه تفسیر سابستنشال فانکشنال و نوترال هم نوتره هم درباره گوهر دین که تفسیر و ارائه نحوه زیسته اظهار نظر می‌کنه و بعد میگه که این تفسیر و نحوه زیست چه کارکردهایی داره، یعنی اول کارکردش اینه که به ما این تفسیر میده بعد نحوه از اعمال رو به زیست رو هم در واقع برای ما به بار میاره. تعریف دوم هم باز از یندله. در واقع اینجا باز یندل میگه که هر دین یه تشخیص به ما میده و یه درمان در مبنای اصطلاحات علمی پزشکی یه دایگنوزیس داره در واقع یه کیور داره. دین اولا یه تشخیص به ما میده و ثانیا یه درمان به ما عرضه میکنه. تشخیص این که مسئله بنیادی که انسان ها باهاش مواجه هستن چیه و راه مواجهه با این مسئله بنیادی چیه، یعنی اساسی ترین مسئله که آدم ها خودشون رو باهاش مواجه میبینن چیه و بعد چگونه باید با این مسئله اساسی مواجه بشن. مثلا فرض کنید که ممکنه که یه دینی به ما بگه که مسئله اصلی شما از خود بیگانگیه با اون امر متعالی یا با خداست. درسته؟ و در واقع تشخیص اون دینی که این ادعا رو میکنه اینه که شما با این مشکل مواجهید، مرضتون یا بیماریتون اینه که دستخوش از خود بیگانگی شدید. راه حلش هم اینه که میگه که باید خود از این طرقای طوری که من پیشنهاد میکنم، از این مسیرهایی که من به شما پیشنهاد میکنم، شما در واقع باید تلاش بکنید که این از خود بیگانگی رو رفع بکنید. پس در واقع یه دایگنوزیس به ما میده، یه کیو، یه تریتمنت به ما میده. پس در واقع به نظر یندل طریق دوم در واقع اینه که دین قدمی یک تشخیص و دایگنوزیس و یک درمان عرضه میکنه، یا کیو. تشخیص این که انسان ها با خدا مسئله بنیادی دست پنجه نرم می کنند و ارائه یه راه حل قابل قبول و پایدار برای سفر مفصل تشخیص هم تعریف ساستنشال هم تعریف فانکشنال. یعنی هم به ما که گوهر دین
یکی از کارکردش این که در واقع کمک میکنه به اینکه ما موضعی که بیماری درمانی هستیم و این که درمان ما هم بدن نیست. جایی که بحثی داره در باره دشواری تحریف دین و اونجا بعد از بحثایی که می کنه در واقع چون در بسید که می شه که در من یه نظر هیچ ادیان در واقع هیچ گوهر واحد هم یا هیچ ویژگی مشخص رو نمی شه پیدا کرد که در همه ادیان ثابت و مشترک باشه. همونطور که قبل از اشاره کردیم در واقع هیچ در اینجا از مفهوم شباهت خانوادگی نیستن استفاده میکنن، اما ما در واقع با یک خانواده مواجهیم، یعنی ادیان خانوادگی هستن که پای از اوصاف اعضای خانواده با هم شبیه و باز شماره دو پای اوصاف با شماره سه شبیه و به این دلیل ما با یک خانواده مواجه هستیم که چه بسا این خانواده رو به رحم اجمالی و نسبتا دقیق از سایر خانواده ها و فردیهای دیگری تحلیل میکنیم. اما این برای این که چنین توضیح میده یه مفهوم هست که در واقع ما میدهیم این مفهوم رو معنا قرار بدیم و متقدم این مفهوم در واقع در بسیاری از ادیان مهم و بزرگ و چند یافته به نظر او متعکس است و اونم مفهوم رستگاری. این در واقع ادیان بزرگ و برجسته همه نوعی از رستگاری یا سوپریولوژی رو در واقع دارن و به ما عرضه میکنن. به این ترتیب از نظر هیچ دین یه پدیده ای که اولا این حیات که شما در این جهان به خیلن دارین در واقع نوعی حیات دیوانه با خدا و تو هم با حبور و دور افتاده از اون منشه هستیه و به مؤمنان میگه که شما اگه از این مسیحی که من پیشنهاد میکنم حرکت بکنید در واقع رستگار خواهید شد. رستگار هم خواهید شد یعنی که از این حیات حبور زدی دنیاوی رها خواهید شد. ما به طریق دوم یعنده به طریق تو این درسته که هیچ نبودی شد زبری من رو هم در شاده میکنم. دین پدیده ایست که حیات بکنیم ما را حتی دیوان با خدا نکه احسان توهم و وعده انتقال مؤمنان از حیات معصیت با به وضعیتی بهتر را میدهد. خود هیچ مجدده که در واقع این انتقال از طریق تبدیل حیات خود محورانه به حیات خدا محورانه منسلش به صورت پس در واقع یه تشکیل در مورد وضعیت کنونی ما و یه راحتر برای حل این موزنی باش مواجه هستیم. در این بردی که در مورد تعریف ماجب بسون و همکارانش در سیاسی که در کردن به در نام تعریف ساده شسترخت نوز و قابل دیگاهیه که در بحثان مختلفی که به ما کمک میکنه. اونها در اون برد بحثی که در باری دشواری تعریف دیگشتر بیشتی ها کردن مختلف ها کنن این تعریف را از این هر نمکنه که دین تجربی از اعتقادات، تجربیات و احساسات یا آداب فردی و جمعی معتوب به حقیقت خانی این سه روی اول برای دین برمی شود. دین یه مجموعی از اعتقادات تجربیات و احساسات یا آدم کرد باید تجربیات احساس و تجربیات به همه آدم که اینها قول مفهوم حقیقت خانی در واقع معتوب به مفهوم حقیقت خانی معتوب به نوعی حقیقت خانی مورده است. اولا که سه روی رو در تعریف دین مشخص کرده به ما کمک میکنه که ما این پدیده که کسی رو از ازدار که مواجه میشه که این ازدار مختلفش رو دستبندی بکنه و زید هر کدام از این حرام کنانی در واقع اون ازدار رو ببینیم و قرار بدیم. بعد مفهوم حقیقت قایی که به کار گرفته شده باز مفهوم روشنگر اما فلکسیبل و انسان پذیریه. هم شما میدونید خدای ادیان توحیدی رو زید مفهوم حقیقت قایی قرار بدید، هم اون به هر حال ایده نهایی رو که در ادیان که احیانا به چنین وجود متعالی قائل نیستن میتونید زید مفهوم در واقع قرار بدید. همین اون عناصر ارکانی هم که اونجا اومده از اون تجربیات اعمال و احساسات باز میتونید یه طیف وسیع رو در بر بگیرید که این دفعه شما با قرار دادن اون طیف وسیع زیر هر کدام از این واژه‌ها یه طیفتون رو
قوی‌تر و قوی‌تر باشه. مثلا بخش احساسات و تجربیاتش میتونه از یه احساس ساده خوشبینی به آینده که ممکنه یه دین رقیق بده فقط همون احساس رو به شما منتقل بکنه گرفته تا احساس به احساس رستگار شدن، احساس مورد بخشایش قرار گرفتن، احساس تحت تمامی علما تا تجربیات خیلی متعالی نبوی که در واقع تجربه مواجهه با اون حقیقت خالص اعمال مناسک هم همینطور از اعمال آداب اولی گرفته تا اعمال آداب مناسک بسیار پیچیده دستجمعی که دینداران مهم انجام میدن اعتقادات هم همینطور اعتقادات هم که مجموعی از باورهای ساده ابتدایی و بیسیک باشه تا یه نظام پیچیده از مفاهیمی که در رابطه ممکن است به پیروان خودش منتقل کنه پس اگر بخوایم ترتیب رو هم بنویسیم به این ترتیب میشه این مجموعه ای از اعتقادات اعمال و احساسات یا تجربیات فردی و جمعی است که حول مفهوم حقیقت قایی سامان پیدا کرده سه رو این رو برمیشونه و مفهوم حقیقت قایی رو هم میبنید در این تعریف اینه که هیچ اولویتی به این ارکان سه‌گانه برشمرده نشده ولی این امکان برای شما فراهم میده که با این تفکیک در واقع انواع مختلف دینشناسی رو که هم در طول تاریخ دینشناسی در واقع دینش داشتن هم امروزه با باهاش مواجه هستیم به دیگر همزی تفکیک مثلا فرض فرمود اگر کسی اعتقادات رو در این ارکان سه‌گانه اولویت و نفریت بباشه یعنی میگی که این سیروتی که من دارم اشاره می کنم اعتقادات نقش محوری دارن یعنی اگر میخواد دین رو تعریف بکنه دین اسلام عبارت است از اعتقاد به الله که بر پیامبر دین اسلام ظاهر شد یعنی یه اعتقاد رو بذاره معیار تمیز فرد مسلمان از فرد غیر مسلمان اینجا ما با دین شناسی اعتقادگرا یا فلسفی در خصوص مواجه هستیم پس در واقع بسطه شما هر کدام از این ارکان بدی با یه نوع خاصی از دینشناسی میتونی مواجه بشی نوع اول دینشناسی اعتقادگرا یا فلسفی که اولویت رو به اعتقادات دینی میده اگه شما آداب دینی رو اولویت ببخشید یعنی معتقد باشی که اون چیزی که فرد دیندار رو از فرد غیر دیندار رو متمایز میکنه و تفکیک میکنه آداب است که اون فرد جامعه یعنی مثلا فرد در مقام تعریف فرد مسلمان بگید که فرد مسلمان کسی که این نفس روزه میگیره به این نفس نماز میخونه حج میره و مجموعه اعمال واجب مستحب که انجام میده پس این قرار هست شما به این شناسی آداب یا به خیلی در واقع استیلی و قائل هستید در واقع اگر شما اعمال و آداب رو محور قرار بدید با این شناسی آدابگرا یا فقهی نزدیکی احساس کردید و اگر تجربه ها یا احساسات دینی رو محور قرار بدید در واقع این شناسی تجربه گرا یا عرفانی رو برگزید منظور از اولویت دادن به تجربه های دینی همین هست که در واقع شما فرد دیندار رو بر اساس داشتن یا نداشتن سطح و شکوه انوار تجربه دینی از فرد دیندار تشکیل کنید این تجربه های دینی رو از شما میدونید به معنی خیلی خاص به کلمه رو دینید به این معنی که تجربه دینی این تجربه خیلی متعالی ناشته با هم درستیه و در یه حالتون که در واقع احساسات و احوال دینی رو هم در طیف تجربه های دینی و در اشکال رقیق تجربه های دینی برانداز کنید چون ما در واقع فقط این نوع تجربه های متعالی که نوعی مواجهه با هم درستی هست رو تجربه دینی برانداز کنید و بعد اینکه دیندار بودن یعنی واجه دینی ها از تجربه ها بودن ما در واقع خیلی عظیم دینداران رو از دایره این خارج کردیم چون این تجربه های دینی در مصر بسیار تجربه های نادر و نادر و قبولی هست منظور از اولویت ما که این مورد سه رو میتونه که همی که بیشتر و بیشتر توسیم نمی کنیم تجربه دینی اولویت داره بیدن میان ارکان سه های مورد بس منظور اون در این چیز این معناش همه که رو حد کردن یعنی اینکه تجربه هایی داشتن و داشتن تجربه هایی این نکمال و میزان تمیز و تحصیل دیگران از خیلی دیگران هست یه معنی دیگه شد اینکه در مقام تولید و در مقام اهمیت اولویت
مرکز هم تجربه دینی مفرده و مرکزه خود به این معنی ممکن شد این مدل دیمانسانه شون باشه که مثلا اول تجربه دینی به وقوع پیوست و بعد اعتقادات دینی و آزاد دینی به این تجربه هایی شد. این در واقعی یه توضیح در مقام تجیز آمدن این فرکانسی ها هست، یعنی برای تجربه های دینی در مقام لحاظ ارزشی بلنده سوال میشه و یعنی که در واقع اعتقادات رو آزاد دینی در نسبت با تجربه های دینی از ارزش کمتر برخوردار نیست، ارزش محور اصلی داره تجربه دینیه. وقتی در مقام تولید هم برای تجربه دینی نوعی از تقدم رو وارد میشه، یعنی که ابتلاع در صدر پدید آمدن دینی بزرگ و برسی تجربه دینی بزرگ و برسی ابتدا رخ میده و بعد اعتقادات آزاد دینی خود تجربه در واقع شکل میگیره. بین این ترکانسیگانه میتونه توی این مدل مختلف ارتباط پیچیدهای برقرار بشه. مثلا بعد تراشید همین مدل تجربه را ممکن است که شما قائل باشید که ارتباطات دینی در واقع با تجربه های دینی کارهای مختلفی میکنند، اما دو کار خیلی مهم رو باید حتما بدونید. یکی اینکه ارتباطات دینی بیانگر تجربه های دینی شما هستند، یکی تبیین کننده تجربه های دینی. این در مقام بیان و تبیین تجربه های دینی ارتباطات شکل میگیرند و سیستماتیزه میشن و در واقع تاریخ پیدا میکنند. تجربه دینی که برنامه‌ای و بعد از اون بر عرفا و بعد از اون بر ستون مختلف دنیا را خارج میشه، این تا بیان نشده هم بر خود فرد خیلی مشهود و روشن و آشکار است، هم امکان تاریخ شدن و تداوم تاریخ پیدا کردن رو پیدا نمیکنه. بنابراین اعتقادات دینی در واقع صورتهای سامان یافته و کلامی شده تجربه ها و احساساتی هستند که بر فرد بارز شده و بر او گذشته. در مقام بعد در واقع شما باید این تجربه ها رو تبیین هم بکنید، یعنی کافی نیست که شما این تجربه ها رو به مقام بیان دارید، باید اینها رو با سایر داده ها و باورها و تجربیات خودتون سازگار بکنید، یه سامان نظری بهشون ببخشید و به این ترتیب در واقع تبیین از اون تجربه که برای شما رخ داده به دست بیارید. توی اینکه آداب دینی هم مجموعی تجربه ها و اهمیت و معنا پیدا میکنند، آداب دینی مجموعی از رفتارها هستند که شما انجام میدید که در واقع امکان میل اون تجربه های دینی رو برای شما فراهم میکنه. در واقع معقولیت آداب دینی یعنی کارکرد داشتن و کارکرد داشتنشون یعنی نتیجه بخش بودن و نتیجه بخش بودن، یعنی امکان میل به احساسات و تجربه های دینی رو برای مؤمنان فراهم میکنه. در واقع وقتی در مورد تجربه گیری وقتی تجربه دینی محور و مرکز قرار میگیره، یکی از مقامشون که ارزش بیشتر داره، توضیح بیشترش اینه که در واقع هم در مقام تولید هم در مقام هم ابتدای این محسوب میشه، وقوع تجربه کنیم هم قایت این محسوب میشه. یعنی در واقع شما میگید که ما نهایتا هم میخوایم دینداران رو به سطح سطوع احساسات و تجربههای دینی در واقع برسونیم. طبیعیه که اون وقت اگر شما در یه مقطعی از تاریخ با این هم مواجه بشید که حق اعتقادات دینی، اعتقادات ارتدوکس دینی از نقطه بیان تجربه های دینی زندگی شما برمیاد، هم حالا به دینی ممکنه اون کارکرد تاریخی لازم رو نداشته باشن، میتونه تجربه نظر بکنه، چون در واقع شما اینجا تجربه های دینی رو باید بخش. اما اگر شما مثلا یک تاریخ فقهی یا میکرده فقهی نسبت به دینی شده، به این راحتی نمیتونه که حالا به دینی دست بزنه، چون حالا به دینی رو به شما اصلا مرکز رو محور تمام خارج شدن دین دیندار و فرد فرد دیندار و فرد دیندار در واقع قرار داره. و هر با شما به تعریف بردارم یه تدابی از تعاریف قابل قبول و قابل دفاع از این رو میتونیم در ذهن داشته باشیم و یه درک اجمالی از این به دست بیاریم که در قدم بعدی برای تفکیک فلسفه‌ای در مورد درک استفاده کنیم. خب برای بعد از اینی که ما این مقدمات رو داریم یه دیگه در چیزی تا بهش برسیم، مطابق این توضیحاتی که داریم چیست؟ به طور ساده یعنی در یک بیان اجمالی اولیه فلسفه دین میشه تأمل فلسفه درباره همانطور که از خود این شرط بعد پس تعریف اولیه و اجمالی فلسفه دین تأمل فلسفه درباره دین متازه این تعریف نیاز به پی کردن این راه نسبتا طولانی نداره. ما باید درباره این تعریف مجمل رو یعنی بحث بیشتر و دقت بیشتر تعریف داشته باشیم. نکته اولی که میگیم در مورد این تعریف اینه که در واقع اون تأمل فلسفی درباره دین که میگیم عمدتا درباره اعتقادات دینی، اون سلوکی که ما از همیشه تحقیق کردیم در مقام تعریف دین، اعتقادات اعمال تجربههای دینی در واقع میگیم فلسفه دین تأمل فلسفی درباره اعتقادات دینیست. این یه قدم برای تفصیل بیشتر و وجود بیشتر بخشیدن تعریف فلسفی دین. به این ترتیب در واقع فلسفه دین میشه ارزیابی فلسفی بعد عقلانی و اعتقادی نظام دینی در واقع.
مجموعه پیچیده و کسی رو لذاره میتونه در نظر بگیریم، یه بخش قدیمش باورهای دینی و اعتقادی. فیلسوف دین کسی که در واقع میاد و اون بخش اعتقادی و مربوط به باورهای دین رو مورد ارزیابی در پایانه قرار میده. وقتی که میگیم نقد میکنه فیلسوف، در واقع چیکار میکنه؟ یعنی با اعتقاد دینی چیکار میکنه؟ مفروضات استخراج میکنه، مردودات استخراج میکنه، سازوکاری در این اعتقاد دینی رو مورد بررسی قرار میده، انسجامشون رو مورد بررسی قرار میده، درباره پلاسیبیتی یا باورپذیریشون داوری میکنه و نهایتا تلاش میکنه که بعد از همه این بررسیهایی که درباره تکتک اعتقاد دینی کرد، یه داوری کلی هم درباره نظام اعتقاد دینی ما بده و به ما بگید آیا این نظام مقبول هست، قابل دفاع هست یا نه، و بعد اگر براش میسر باشه درباره صرف و جزء نظام اعتقاد دینی داوری میکنه. پس دارید در واقع یواش یواش به سمت یه تعریف نسبتا جامع‌تر در فلسفه دین نزدیک میشه. فلسفه دین در واقع کاری که میکنه اینه که میاد ابتداعا آموزه های اصلی و باورهای اصلی دین رو استخراج میکنه، اینا رو تا به همون رویکرد بلوغ‌گرایانه که گفتیم سعی میکنه روشن میکنه. ببینید وقتی که از خدا یا نبی یا معجزه در یک دین خاص صحبت میشه، فیلسوف این وقتی به این مفاهیم نگاه میکنه سعی میکنه در واقع این مفاهیم رو توضیح بده و تشریح بکنه، و بعد در واقع فراقی رو که قائلان به اون نظام دینی در دفاع از اون باور خودشون اقامه کردن مورد ارزیابی قرار میده. پس در واقع اگه بخوام یه قدم دیگه برداریم میتونیم بگیم فلسفه دین یعنی بیان روشن مفاهیم و آموزه های دینی و ارزیابی فراقی که برای دفاع از اون مفاهیم در واقع و آموزه ها ارائه شده. یکی دیگه بود بحث هایی درباره فلسفه کردیم باز نزدیکتر بشیم. ما گفتیم که در واقع فیلسوفان درباره واقعیت نکات و پرسش های متافیزیکی بیان میکنن، و پرسش متافیزیکی اصلی و اصلیش اینه که چه چیزی واقعا وجود دارد. یکی از پرسش های اصلی همیشه در فلسفه و متافیزیک مطرح بوده. پرسش بعدی که مطرح میکردن این بود که چگونه ما میتوانیم بدانیم که چه چیزی واقعا وجود دارد. این در واقع پرسش اپیستمولوژیک یا مطرح شناسان عین همین رو میتونیم اطلاق بکنیم روی فلسفه دین، یعنی بگیم که فلسفه دین ارزیابی کردن واقعیت دینی و معرفت دینی، یعنی فیلسوف دین کسی است که تلاش میکنه واقعیت دینی و معرفت دینی رو مورد ارزیابی قرار بده، یعنی اونجا یه کار متافیزیکی میکنه، این تحقیق رو میکنه در واقع اپیستمولوژیک میکنه. سوالش اینه که آیا اون چیزی که دینداران ازش تحت عنوان خدا باقی احوالی امر متعالی امر قدسی صحبت میکنن آیا وجود داره؟ پس این یه سوال ناظر به واقعیت دینیه، آیا واقعیت متعالی یا امر بالی وجود داره؟ یه پرسش شرط متافیزیکیه که فیلسوف دین از اون حیث که پرسش های متافیزیک براش مهمه مطرح میکنه، منتها داره روی دین کار میکنه، مطرحش میکنه به اون واقعیت اصلی و محوری که دین مدعی وجود داره. سوال بعدی اینه که ما آیا میتونیم از چنان واقعیت متعالی که دین مدعی وجود داره اصلا آگاهی پیدا کنیم؟ دین صحبت میکنه که ما معتقد هستیم، این داره معتقد هستن که ما میگیم یه واقعیت وجود داره با این حساب نامشهود کمال مطلق داره، علم مطلق داره، قدرت مطلق داره، خیر محض و غیره. فیلسوف دین میتونه پرسه آیا اصلا به چنین موجودی میشه آگاهی پیدا کرد، نسبت به چنین موجودی میشه دانش پیدا کرد. این در واقع یک سوال در حوزه واقعیت دینی و یک سوال در حوزه معرفت دینی، یک سوال اپیستمولوژیک ناظر به دین میپرسه و یک سوال متافیزیکی ناظر به دین میپرسه. در واقع اجازه بدید برگردیم تعاریف رو با هم فلسفه دین این که یعنی تحمل فلسفی در باب دین، بعد این رو یکم تفصیل داریم و گفتیم فلسفه دین یعنی تحمل فلسفی در باب اعتقاد. بعد در باب فلسفه رو یکم تفصیل داریم که تحمل در باره سازگاری، سجام، باورپذیری، محبوبیت و سرکشت نظام اعتقادات دینی، مجموعه باورها که دین دارند.
برای اراده و ارزیابی کاری جامعه در باره اون کرد تعریف گرایانه فیلسوفان و نکته بعدی که میشه گفت اینه که فلسفه یعنی توضیح تحکیم و داوری در باره واقعیت دینی یا religious reality واقعیت دینی و معرفت دینی یا religious knowledge یعنی در واقع به طور خلاصه پرداختن به این که آیا واقعیت خالی و متعالی وجود دارد به سؤال متافیزیکی و آیا ما میتوانیم نسبت به چنان واقعیتی معرفت پیدا کنیم در واقع سؤال اپیستمولوژی مختلفی که در تاریخ بشر و تاریخ دین برگزیده شده
یه ارتباطی این نوع از میشناسی رو برقرار کنه. اینجا مطلوب این نیست که دقیقاً کسایی که در اینجا دارن کار میکنن فیلسوف هست، یعنی کاملا ممکن فرد متعلق باشه، به دلیل اینکه متعلق یا متکلمه در واقع گرایش به توضیح و تبیین و تشریح باور رو دیده باشه و در این حال معتقد باشه که باور رو دیدنی هم اولویت و محوریت داره. نه، اینجا ما داریم در واقع انواع دینشناسی رو از همدیگه تفکیک میکنیم و منظورمون از دینشناسی فلسفی دقیقا همین نکته که دارم عرض میکنم به معنای دقیق و غیر فنی کلمه مانیا به کار بردیم، یعنی دینشناسی که درش اعتقادات محوریت دارد و عمده کار فرد دیندار معطوف به کار و تجربه که فرد دیندار معطوف به باورهای دینی میشه، متعلقین یا متکلمین در واقع در این طبقه بیشتر میکنه. الان کلام در واقع بیشتر معطوف به همین طرف. ما در واقع در بدن بعدی میخوام بگیم که فلسفه علمی یه شاخه از فلسفه است و به این اعتبار در واقع بیش از اون که نیازمند مهارت و دفتره دینی و ایمانی باشه نیازمند دفتره و مهارت فلسفی است، یعنی در واقع اگر کسی میخواد فیلسوف دینی باشه باید پرورش فلسفی پیدا کرده باشه و در این حال که میخواد موضوع کار فلسفی خودش رو این قرارده با پدیده دین هم آشنا باشه، اما این نداره که باور ایمانی داشته باشه، یعنی فرد کاملا ممکنه که ملحد باشه یا آگنوستیسیست باشه ولی در این حال کار اصلیش و اشتغال اصلیش در واقع در زندگی فلسفی دین باشه، یه عمر به دین بپردازه بدونی که به صدق نظام اعتقادات دینی باور داشته باشه، اساسا دین رو نوعی توهم بدونیم ولی کار فلسفی در تمام عمرش توضیح و تشریح و بررسی نظام اعتقادات دینی در واقع باشه، کما اینکه ما الان خب خیلی فیلسوفانی هم داریم که لزوما اینها دیندار نیستن ولی در نهایت جزء فیلسوفانی برجسته محسوب میشن و اساسی در فلسفه دین مورد بحث قرار میگیرن. با این توضیح در مورد فلسفه دین با تئولوژی یا هر نوع کار رو با فعالیت مشغله تئولوژی هم فرق میکنه. چه روزایی میکنه؟ اول موضوع کرده یا متعلق موضوع اولی که جیگر اوتوریتی یا صدق یک سنت دینی خاص و مخصوص درسته یعنی در واقع اون چیزی که قایت مطلوب فیلسوفه ابتدای کار متعلق، یعنی متعلق یا مکمه مجموعه اعتقاداتی رو که داره روشون کار میکنه صادق حالا اقدامات بعدیش اینکه اینا روشن بکنه، سازماندهی بکنه، یه نظام از پیش ببره، صدقشون رو محفوظ گرفته. اما فیلسوف از اون حسی که فیلسوف در واقع صدق و کذب رو در اختیار خارج رو کنار و اگر اساسا داوری درباره صدق و کذب رو میسر بدونه محصول نهایی تمامی پژوهش‌های فلسفیش رو داوری درباره صدق و کذب پس از این جهت یعنی از جهت رویکردی که نسبت به صدق و کذب نظام اعتقادات دیگه سنت دینی خاص دارن فیلسوف و متعلق با هم دیگه فرق میکنن. متعلق کسی است که از ابتدای کار اشتغال حرفه‌ای خودش در واقع نظامی که روش کار میکنه صادق تلقی میکنه ولی فیلسوف چنین تعهدی نداره و در واقع داوری درباره صدق و کذب نظامی که روش کار میکنه رو محصول یا نتیجه تمام پژوهش‌هایی که خواهد کرد میشه. نکته بعدی که در واقع سامانمند کردن مجموعه اعتقادات دینی اولا و به ذات کار در واقع فرد متعلق اگر فیلسوف هم در زمین اقدام میکنه در واقع جزء وظایف اصلی فلسفیش نیست، متعلقه که باید نظام اعتقادات دینی رو سازماندهی بکنه، یعنی درباره خدا، معجزه، دنیا، آخرت، نبوت و غیره مجموعی از داده ها کنار همدیگه بشینه و تلاش بکنه که یه نظام برقرار بکنه که بعد بتونه از این نظام در واقع دفاع بکنه. پس متعلق کسی که اولا حجت سنت حجیت و صدق سنت دینی رو که داره درش کار میکنه محفوظ میگیره، ثانیا تلاش میکنه که از مجموعه اعتقاداتی که در اون سنت دینی خواست یه نظام اعتقادی به بار بره و ثالثا همیشه این تعهد رو در خودش احساس میکنه که از نظامی که به بار برده دفاع بکنه، در واقع پذیرفتن صدق، بنا کردن یه نظام و دفاع کردن از اون نظام کاری که متعلق میکنه. ولی فرد فیلسوف نه به صدق اعتقاداتی داره در بارشون بحث میکنه تعهد ابتدایی سپرده نه خودشو ملزم میبینه که تا آخر راه از این اعتقادات دفاع بکنه، چه بسا جایی نشه بسه که این اعتقادات قابل دفاع نیستن و در واقع دفاعهای رو هم که از اینا شده مورد نقادی قرار بده. ما در الهیات رو میتونیم به چند به دو شاخه عمده صورتا تقسیم میکنم، یکی الهیات طبیعی یا عقلانی یا نشرات تئولوژی هست، یکی الهیات وحدانی یا ریلی تئولوژی هست. در الهیات طبیعی یا عقلانی تمام تلاش متعلق معطوف به این هست که وجود خداوند رو و اوصاف خداوند رو مستقل از داده های دینی در واقع اثبات کنه با قرائن محض عقلانی در واقع اثبات کنه.
خیالات طبیعی و خیالات عقلانیه اثبات وجود و اوصاف و ویژگی های خداوند اون موجود محوری از طریق براهین عقلانیه، بدون اینکه فرد خودش رو به براهین کلامی یا براهین برآمده براهین لزوماً عقلانی نیستن و در دل سنت دینی در واقع عرضه شدن متعهد بدونه. تلاش میکنه برهانی عرضه بکنه که فیلسوفی هم که خارج از سنت دینی هست به وسیله اون برهان در واقع قانع بشه. پس در واقع الهیات عقلانی از این حیث که براهین محض عقلانی تلاش میکنه اقامه بکنه به کار فلسفی خیلی نزدیکه، اما از این جهت که فردی که مشهور به الهیات عقلانی یا طبیعیه تعهد دینی داره، کاری که داره میکنه کار الهیاتیه، یعنی در واقع ابتدا وجود خدا رو محفوظ گرفته، اوصاف رو برای خدا محفوظ گرفته، این وجود و اوصاف هم از دل سنت دینی خودش اقدام گرفته، اما تلاشش تلاش فلسفی دغدغش دغدغه الهیاتیه، تلاش میکنه که تلاش فلسفی بکنه. حالا چقدر موفق باشه یا نشه این دیگه در واقع تو بحث فلسفی که مشخص میشه. یه مرحله بعد در واقع ما با کنه در واقع در ساخت و باخت و سنت دینیست که معنا داره و صورت میگیره با داده هایی که از دل مثلا کتاب مقدس یا سنت اتخاذ شده تلاش میکنه کار بکنه، قرارانش رو از اینجا استخراج بکنه، در دقیقی که داره تعهد به کتاب مقدس و سنت دینیه و عمده کارش در چارچوب سازمان دادن این داده ها صورت میگیره، در واقع تلاش برای بنا کردن و توجیه کردن اعتقادات در چارچوب سنت دینی کاری که در الهیات وحدانی میزان وجود و تعهد به سنت و کتاب مقدس در الهیات وحدانی خیلی بیش از الهیات عقلانی یا الهیات طبیعی است. گاهی اوقات که اصطلاح دیگر رو هم به کار میبرن و اون هم آپولوژتیکس در واقع آپولوژتیکس یا دفاعی پردازی به معنای همین دفاع صرف و تام و تمام از نظام اعتقادات دینی، یعنی در واقع اینکه شما آپولوژتیکس رو ببرید دل تئولوژی اشکالی نداره، یعنی بدون که فرد تئولوژی هم یا فرد متعلیه کاری که میکنه هم توضیح هم تبیین هم توجیه و دفاع این مجموعه کاری اوقع هست که شما یه کلی فرق مواجهه این که این نمونی افراد رو در جامعه دینی خودمون زیده هیچ وقت نظامند نمی کنن اتحاده تشکیل نمی کنن فرق می کنن به دفت شبه رفت انتقادات پاسخ دادن به شبه هایی که من دارد اینا آپولو جتیسیان هستن در واقع یعنی در واقع کاری فقط دفاع کردن تحقیقی که برای دردنه این نداره که این نظام حالا سامانمند بشه مفاهیم شوشن میشه، معلوماتش استخراج میشه، یه نظام قابل دفاع پیچیده جاستیشال ارائه میشه، فقط منتظر یه کسی یه شبهه وارد بکنه یه انتقادی وارد کنه اینا بهش جواب بده. ببین اینجا ما هرچی از بالا میاد به سمت پایین حرکت میکنیم میزان تعهد به فلسفه و هم خارج پیدا میکنه، میزان تعهد به دین به سنت الهیاتی افزایش پیدا میکنه. در قدم اول فلسفه دین داریم درسته که در واقع یه کار فلسفی هست، بعد یه نشکال تئولوژی داریم درسته که از لحاظ نوع کار فلسفی از لحاظ درسته الهیاتی، بعد ماهی تئولوژی ما چه هستیم در لحاظ کار و دفتره الهیاتیه، اما در این حال از جهت تلاش برای سازماندهی، تلاش برای ایجاد نظام، تلاش برای روشن کردن مفاهیم هنوز فارغ و جزئیات و گوشه‌هایی از سوی کردن فلسفی میشه درش دید، اما اینجا دیگه ما کاملا با یه موجود سراسر و یک پارچه متعهده بدین که فقط تلاش میکنه شبهات رو در کوبر مورد اینجا افرادی که تئولوژیسیان هستن اینو نسبت به انتقادات حساس هستن، یعنی نقد بیرونی رو نقد از بیرون به این صورت میگیره در واقع جدی تلقی میکنن و تلاش میکنن سیستم خودشون رو نسبت به اون یعنی باید سیستمشون حساس باشه به نقدهای بیرونی و انتقاداتی که وارد میشه رد بشه و رفت و رجوع بشه و این سیستم اگه گوشه با یه نقد راست میبینه اون سیستم ترمیم میشه، اما اینجا چنین تعهدی رو نداریم. نقد وقتی که نقد مساوی میشه با شبهه متکلم تبدیل میشه به آپولوژتیسیان، یعنی فرد مساوی میشه. هر شما که کسی از واژه شبهه استفاده میکنه متوجه باشین که با یه همچین فرد مواجه هست، یعنی کسی که فقط وظیفه خودش رو دفاع میبینه و کاملا بسته است هیچ
در واقع گشودگی نسبت به جهان بیگانه خودش نداره و همه نقطه رو از جنس یعنی همه منتقدین رو دشمن می‌دونه، همه نقطه رو شوکه می‌دونه، همه انتقادات رو تلاش برای طرف کردن فایده می‌دونه. اینجا ما آپولوژتیکس داریم در واقع از فلسفه دین، الهیات طبیعی و عقلانی، الهیات بهیانی و مداومی می‌گیم. شما هرچی از بالا به پایین حرکت می‌کنید دوز عقلانیت کاهش پیدا می‌کنه، دوز تعمد یا پایبندی یا تعصب افزایش پیدا می‌کنه. گاهی اوقات از شما با اصطلاح فلسفیکال تیولوژی هم مواجه میشین که من فکر می‌کنم خیلی به نشاط تیولوژی نزدیک، این در واقع نوعی از الهیاته که در دربار فلسفش خیلی بالاست. شاید ما بتونیم اون فلسفیکال تیولوژی هم همینجا قرار بدیم. فلسفیکال تیولوژی مطالعه دین به یک دین پژوهی است، اما دین پژوهی منحصر به فلسفه دین نیست.
شما از زاویه روانشناسی، از زاویه علوم اجتماعی، از زاویه پدیدارشناسی فلسفی، از زاویه علوم تاریخی میتونید اینو مورد بشه رشته ها و شعبه های دیگر این تشکیل رو در واقع سامن یه اصطلاح دیگر که ممکنه باهاش مواجه بشیم مادرن تئولوژی یا الهیات مدرن در واقع مثلا یه اصطلاحی که در این مجموعه اصطلاحات مربوط به حوزه بحث ما مورد بحث و استفاده قرار گرفته الهیات مدرن هم در واقع الهیات یعنی در واقع فرقی که به الهیات مدرن مشهور هست باز کار تئولوژیک میکنه و همون مسافی که پیشنهادی داریم تا تئولوژی مدرن و تئولوژی سنتی تفاوتهای چشمگیری هم داره تفاوت در پرسشها تفاوت در روشهای پاسخ دادن به پرسشها تفاوت در پاسخها تفاوت در علومی که متعلق مدرن ازشون استفاده میکنه در مقام روشن کردن حکم الهیات و پاسخ دادن به پرسشها که مقابل قرار داده و تفاوت در گستره هم یکی از نکات مهمیه که در واقع الهیات مدرن و از الهیات سنتی میتونه تفکیک مثلا منظورم از تفاوت در گستره چیه به خاطر اینکه ممکنه که همونطور که برای متخصصین مشکلاتی گفتن مجموعه گزاره‌های کارگردانی هست و به گزاره‌های اخباری و گزاره‌های انشایی هست گزاره‌هایی که خبر از جهان میدن و گزاره‌هایی که به ما میگن که چیکار باید کرد چیکار نباید کرد درسته گزاره تشریحات و گزاره‌های دقیق مجموعه ارزش در الهیات سنتی درباره عمدتا درباره نقش‌هایی از گزاره‌های اخباری هست یعنی فرق کنون در اونی که آیا خدا وجود داره نداره خدا چه مفاقی داره جهان خارج ولی یه بحث در گزارهای اخباری اصلا خارج از دایره یه بحث متعلقان سنتی گزارهای انشائی یا غیر تکشیات هم اصلا در دایره و این در بایه گزارهای ارزشی در الهیات سنتی بحث چندانی دیده نمیشه حتی نوع دفاع از گزارهای دینی هم فرق کرده در الهیات سنتی دفاع که قبلا از در واقع گزاره های دینی اونم عمدتاً گزاره های اخباری دینی شد دفاع رایستی یعنی تلاش برای نشون دادن واقع نما بودن گزاره های اخباری درسته؟ ولی دفاع پراگماتیستی یا فونکسیونالیستی که یه دفاع جدید و خیلی هست در بین دفاع های قدیمی از دین به دفاع سنتی از دین دیده میگه فرد که در مقام دفاع یا کار الهیاتی و توجیه با برادینی برنامه اون دفعه تلاش بری بود که برای این اتفاق میکنه که نشون بده بله خدا وجود داره و دین اجتماع هم از همه برد ولی این که دین موجب انسجام اجتماعی میشه و دین موجب آرامش روانی میشه این سکینه به بار میاره اینا در واقع در دستور کار نبود اصلا از حوزه ذهنیتشون وارد بار اما در واقع در باره تمایلهای مدرن بحث که فقط خواستم که اصطلاح رو هم دوستان شنیده باشید در واقع ما تو این شبکه ای از مفاهیم مواجه هستیم همه این مفاهیم مربوط به دین هستن برای باننده تفاوت های چشمی هم دین تجربی که شاخه های مختلف داره فلسفه دین روانشناسی دین جامعه‌شناسی دین متعلقی و غیره الهیات که به چند شاخه تقسیم میشه الهیات طبیعی الهیات بحثانی مداخله جویی تئولوژی مدرن اینا مجموعی از رشته ها و شاخه های مرکز رو بگیم هستی در موقع شکل گرفته و پرورش پیدا کرده و برای در موقع شناختن فلسفه دین که موضوع اصلی بحث ما بوده باید به درک اجمالی هم از شاه کار کنیم خب ما از راه اول رفتیم یعنی گفتیم که از دو سه راه میشه در واقع فلسفه دین رو تعریف کرد یکی اینکه که فلسفه رفتیم فردی رو تعریف بکنیم بعد از تعریف فلسفه رو یه تعریف از فلسفه این کاری که دو فلسفه در واقع کرد دو کار دیگه میتونیم بکنیم اینکه که در واقع تیزه در مسائل و پرسش های محشر در فلسفه دین رو بشنویم این قدم اجمالی اولیت بعد در واقع باید با رجوع به پرسش های تفصیلی که زیر هر کدام از این پرسش ها مطرح شده و پاسخ های دوستگاهی دادن آغشته بشیم با این بحث ها و درک روشنتری از فلسفه دین رو پیدا بکنیم یه راه دیگه هم اینه که در واقع وجود فلسفه دین بیشتر بشناسیم که درباره الهیات کمی صحبت کردیم جلسه بعد کمی درباره روانشناسی صحبت کنیم و به این ترتیب تفاوت فلسفه با انواع دین تجربی کمی پررنگتر میشه و برجسته تر میشه بنابراین پایان این جلسه اولا فهرست سوالهای ایستگانه که از سوالهای خیلی مهم فلسفه دین مطرح کنم خدمت دوستان ارز کنم و امیدوارم که مفید واقع Come on.
چون من سوال محوری در باره تجربه های دیگه هست، تجربه های دیگه که به اعتقاد بعضی ها در واقع روشن اصلی و رکین دیگه هستن. یک، انواع تجربه های دیگه کدوم هست؟ اون چیزی که ما ازش تحت عنوان تجربه دینی یاد میکنیم چه انواع داریم؟ این انواع چه خصوصیاتی داریم؟ سوال دومی که میشه درباره تجربه های دینی مطرح کرد اینه که آیا تجربه های دینی خصلتی مشترکی دارن؟ این امور مختلف که ما همش اونا اسمشون میذاریم تجربه دینی، آیا چیز مشترکی به مطرح داره که تجربه های دینی رو از چیزهای دیگه تفریده های دیگه یه دا خود را نکردی ما بگیم تجربه دینی یعنی؟ سوال مهم و اساسی دیگری که در بحث در تجربه های دینی مطرح میشه نسبت تجربه های دینی و اعتقادات دینی هست. آیا تجربه های دینی میتونن اعتقادات دینی رو توجیه بکنن؟ آیا تجربه های دینی میتونن اعتقادات دینی رو جاستیفای بکنن؟ در واقع شما به هر کتاب فلسفه دینی، هر تست فلسفه دینی، هر کلاس فلسفه دینی که مراجعه بکنید، یه بحث در مورد تجربه های دینی کنید و این یه سری از سوالای محوری که در بعد مطرح میشه و طبعاً میشه بهش پاسخ داده میشه. این سوال مهم دیگه که از سوالاتی که ما در جلسات آینده پیش خواهیم پرداخت اینه که چه نسبتی میان عقل و ایمان چه نقشی در ایمان برزی و دین برزی مایی کن کنم؟ الان ما گفتیم که فلسفه دین یعنی در واقع گرایش فلسفی یا عقلانی به بعد عقلانی دین اعتقادات دینی. کسی ممکنه بگه که اصلا گرایش ضرورتی نداره که از اون طرفتر بلکه مضر به نسبت به دین داری. من کسانی در این دانه این که میشنم که آدم های تحصیل کرده بسیار مدرن فلسفه فلسفی دارن منطقه به جه معتقد هستن که اشتغال به فلسفه دین جز این که ایمان فرد رو متزلزل رو کنه و تبار بده نقش دیگری بار نقش دیگری نداره و نقش دیگری بار نمیره. برای این بپرسیم که عقل و کار عقلانی که یه شکل خیلی سیستماتیک و مهم و سامانمند و تاریخیش در فلسفه متجلی شده چه نسبتی با دین برمی داره؟ این در مورد نسبت عقلی سوال بعدی در واقع مربوط به اوصاف خداوند. آیا اوصاف خداوند سازگاری درونی داره؟ سنتا در سنت اجزای مختلف برای این موجودی که اسمش خدا گذاشته شده یه مجموعه از اوصاف پرسیده شده و مطرح شده و ادعا شده. ما میتونیم بپرسیم که این عنوان یه فیلسوف سوال از سازگاری درونی یکی از سوالات اساسی که هر کسی می‌پرسه این مجموعه اوصاف که برای این مورد ذکر شده آیا سازگاری درونی داره یا نه؟ عدم سازگاری درونی بین این اوصاف ادعا شده در سنت اجزای مختلف می‌تونه نتایج فلسفی خیلی مهمی رو بار بیاره. سوال بعدی اینه که آیا خدایی با این اوصاف که در ادیان توحیدی مثلا ذکر میشه، مثلا قادر مطلق، عالم مطلق و غیر مطلق، آیا خدای با این اوصاف جایی برای اختیار انسان باقی میگذاره؟ همه ما به مدل یه اعتقاد فلسفی و یه درک شهودی از خودمون این نتیجه رو بگیریم که جایی موقع داشته باشیم که ما هم موجودات مختاری هستیم، میتونیم تصمیم بگیریم، میتونیم به راه یک بریم یا به راه دو بریم، به راه ایکس بریم یا به راه یک بریم. خب حالا این که من چنین درکی از خودم و توانایی خودم و قابلیت خودم دارم آیا با این هم سازگار که چنان موجودی اون بالا قرار داره که همه چی میدونه نسبت به انجام هر کار قادر و خیر قادر؟ این یک پرسش اساسی که در واقع فیلسوفایی در صدر پاسخ دادن بعد از فیلسوفایی معتقد که من اگه شما معتقدید که خدا همه چی رو و هر کاری میتونه بکنه و خیلی خواهر بوده حتما یه راه مجموعی رو تدارک و تعیین کرده که نهایتا به سعادت مجموعی بشریت و تک تک انسانهایی که مخلوق هستن میاد و همه راه برای گزینش ما باقی نمیده و کسانی هم الان تلاش کردن که به این ادعا پاسخ بدن. به هر حال یکی از سوالات فلسفی که در بحث از مصحف خداوند در قلمرو فلسفه دین مطرح میشه. سوال بعدی اینه که آیا
براهین سنتی اثبات وجود خداوند منتج و معتبر هستند. یه تعدادی براهین کلاسیک در اثبات وجود خداوند قائم شده. فیسبوک میتونه درباره نتیجه بخشی و اعتبار این براهین پرسش بکنه و بحث. اما کسانی به ما گفتن که اصلا در این اعتقاد به خداوند ما احتیاج به برهان نداریم، یعنی یه قدم عقب گذاشتن، گفتن که بعد از سنتن کسانی براهین اقامه کردن، بعضی ها براهین شروع کردن، نه بعضی ها میشودن که بعضی ها همه این براهین غیر قابل اتفاق و معتبر هستن. ولی من میگم که اصلا اعتقاد به خداوند احتیاج به برهان نداره. بنابراین در مقابل اونها میشه این پرسش رو مطرح کرد که آیا اعتقاد به خداوند، به وجود خداوند اساسا نیازمند برهان هست یا نه؟ یه بحث مهم دیگری که در فلسفه این مطرح میشه و ما اگر فرستیم یکی از مباحثی که راجبش بحث خواهیم کرد، بحث شروع در این عالم. یه پدیده های در این عالم هستن که یه اوصافی دارن و ما میگیم اینا هم شرط، یعنی نبودنشون بهتر از بودن، بودنشون سری آسیب های روانی اجتماعی و فرهنگی رو داره بوده. حالا وجود یه همچین پدیده های در این عالم، شرور فیزیکی، شرور روانی، شرور متافیزیکی و غیره، حالا این مجموعه ای از شرور با وجود چنان خدای با اون اوصاف که ما صحبت کردیم سازگار هست یا نه؟ همونطور که میدونید این متفرجه مشهور فقه معاصر مکی یه مقاله خیلی برجسته و کلاسیک در فلسفه دین داره که عنوانش از شر و قدرت مطلق. اونجا تلاش میکنه که این برهان به صورت بندی بکنه که نمیشه تو این عالم، دیندارا معتقدن که در این جهان شر وجود داره، در این حال معتقدن که یه خدای قادر مطلق هم در این جهان وجود داره. این دو تا اعتقاد دیندارا با هم ناسازگاره. دیندارا امکان نمیکنن که در جهان شر وجود داره، ولی در این حال میگن که همین جهان پر از شر بالاسرش یه خدای قادر مطلقه. این ناسازگاری درونی بین این اعتقادات وجود داره و مکنون به یه برهان خیلی طبیعی پرسرها و جنجال برانگیز اعتماد کرده که بعدا خیلیا رو به پاسخگویی برانگیزه. پس در اون یکی از سوالات مهمی که دوست پایدی تلاش میکنم بهش پاسخ بدن اینه که آیا وجود شر در عالم با وجود خدایی قادر مطلق و غیره سازگار هست یا نه، یعنی سازگاری معنوی داره یا نه. یکی تو داری دیگری سوال مهم در حوزه بحث درباره زبان فیزیک در واقع مطرح شده و عرض شده و راجبش بحث شده، این سوال که آیا امر نامتناهی قابل توصیف و بیان در زبان متناهی هست یا نه. زبانی که ما عنوان انسان خلق کردیم، زبانی که پدیده محبوب انسان ها در همیشه در مقام توصیف امور متناهی بوده، پدیده های متناهی رو تلاش کرده خوبه. حالا این داره معتقد هستن که یه موجود نامتناهی وجود داره، این میشه بیکار داره، این کار رو کرده، این خصوصیت داره. حالا یه مقدار موجودی که اساسا نامتناهی و جنسش با جنس موجودات این عالم فرق میکنه، در مورد زبانی که طراحی شده برای توصیف موجودات این عالم در میاد یا در نمیاد. یه سوال دیگه که در اوایل قرن بیستم مطرح شد و باز جنجال‌های زیادی برانگیخت بود که آیا زبان دینی معنیدار هست اصلا؟ و با سوال اول هم مرتبط بود. آیا اصلا زبان دینی معنی داره یا زبان دینی اصلا بی‌معناست؟ یه سوال دیگه که با زبان دین مربوطه و این دو سوال اخیر رو عمدتاً پوزیتیویست‌های منطقی طرح کردن و موجب شدن که یه سلسله از بحث‌های خیلی مهم و ثمربخش در حوزه زبانشناسی و شناخت زبان دینی طرح بشه، این هست که آیا مدعیات دینی که درباره زبان دینی طرح شدن قابل تحقیق هستند؟ هم از اینکه اثبات پذیر باشن یا انکار پذیر باشن اصلا قابل تحقیق به نحوی میتونیم این مدعیات رو تحقیق بکنیم درباره شون اینا در بحث زبان دینی. Thank you.
سوال بعدی مربوط به معجزات. آیا معجزات در پایه‌ای تاریخی هست؟ یا ما باید تفسیر دیگه ازشون ارائه بکنیم؟ وقتی که گفته میشه که مثلا فرض کنید حضرت موسی دریا رو از بطر شکافت، یا با درخت سخن گفت، یا شهر رو بغلی قرار برای اسلام انجام داد، یا حضرت موسی اصحاب ما هستی کرد و غیره، آیا این اتفاقاتی بوده که واقعا در یه لحظه از تاریخ بشر رخ داده؟ منظور ما از معجزه رخ دادن یه واقعه خیلی منتظره و فراتر از امکانات و دایه‌های طبیعی در یه لحظه از تاریخ خیلی باید معجزه بیرونی هست در نتیجه ازش داشته باشیم. سوال بعدی مربوط به حیات بعد از مرگ. آیا اعتقاد به حیات پس از مرگ اعتقادی معقوله؟ صرف نظر از این که مثلا خیلی قادر باشید یا قادر، این که بعد از اینکه ما موردیم یه حیات دیگری هست، این یکی از مدلات محوری ادیان برجسته و بزرگ تاریخه، آیا این اعتقاد اصلا معقول رشنال هست؟ این همین سوال در باره نسبت علم الدین میشه فرض کرد، مثلا اینکه آیا علم الدین با هم سازگارند؟ اساسا چه نسبتی بین علم الدین وجود داره؟ یکی از نقاط مهم در تاریخ مدرن دینورزی در واقع نظامهایی بوده که بین علم الدین صورت سرچشمه الهام‌های خیلی بزرگ برای این پژوهها و برای این پژوهها بود، یعنی همه رو به درک تازهای از موقعیت مقام مدین و مدرنهایی که میتونیم بکنیم و جایی که میتونیم تا جایی که میتونه حرکت بکنه نائل کرده در این نگاه. در واقع چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ وقتی که نظریه تکامل به ما میگه که موجودات از قرنهای پستر به قرنهای عالیتر دائما تحول پیدا کردن و ما یه سلسله رو میتونیم در این تحولات ببینیم و عمر زمین بسیار بلنده چون تکامل موجودات عمر بلند نیاز داره، این چه نسبتی با مثلا داستان سلسله پیدایش تورات داره که ما میگه که خدا موجود جدای از هم آمد هر کدوم در یه روز خاص ساختند؟ اگر داستان تورات ما به نحو فکتوال تفسیر بکنیم، یعنی گزارش تاریخی هست که واقعی در یه لحظه تاریخ که گویی خدا یک روز مثلا خزندگان آفرید، یک روز پرندگان آفرید، یک روز انسان آفرید، این چه نسبتی با نظریه تکامل داره که ما داریم میگیم که ماجرا اینطوری نبوده، همه اینا در یک سلسله بودن و به همدیگه تحول پیدا کردن و بسیاری نظریه دیگر تحول شدن. نکته بعدی در مورد تنوع ادیان، همونطور که ذکر کردیم و تنوع ادیان رو به عنوان یکی از دلایل دشواری تحلیل این هم ذکر کردیم و این واقعیت غیر قابل انکاره، چگونه میتوان تنوع ادیان یا ریلیجیوس دایورسیتی تنوع ادیان رو تبیین کرد؟ آیا مطابق اون تنظیمانی که دید کرده همیشگیره های اسپیسیست ها درست میگن ترجمه دوی از طرف وردی همون دست میگن دو شما گیره های اسپیسیست ها یا پلوریست های نسبت رو دو یکی از اینا برکن خواهد چه نسبتی به این حرکت رو مختلف وجود داره؟ حالا فقط یکی که میتونه بست بگاهی بخش بقیه باطل هست به یکی از بگاهی بخش بقیه به نسبت های مختلف بست بگاهی بخش یا همه به نسبت در بگاهی بخش به همه این پرسش فلسفی که ممکن در این طرف وارد را تحقیم و تمشت بکنیم که این سوال بهش پاسخ بدیم. سوال بعدی اینه که چه نسبتی بین دین و اخلاق وجود داره؟ این سوال که با حوزه فلسفه اخلاق مربوطه و تحلیل داره. آیا خدا میتونه منشأ حقیقت اخلاقی باشه؟ یه ورژن دیگه این سوال اینه که آیا فرد غیر دیندار میتونه به نحو موجهی قائل به اصولی مطلق در اصل اخلاق باشه؟ چه نسبتی به دین و اخلاق حالا خدا منشأ حقیقت اخلاقه؟ حالا فرد میتونه غیر دیندار باشه ولی در این حال به نحو موجه و معقولی قائل باشه که در اصل اخلاق اصول مطلقی وجود داره.
خیلی بدونیم که اخلاق خودش رو بدیم منتجی رو باید باید رو حضور مستر در اصلی اخلاق شاید این چیزی ممکن هستن. این هم از پرسش های مهمیه که در واقع در فلسفه دین طرح میشه و تمام تلاش میکنیم برای روشن کردن خود این پرسش ها و برای ارائه پاسخ فلسفی به این پرسش ها که هر کدومش حداقل میتونه هر کدوم از هر دسته از این پرسش ها میتونه موضوعی فکر باشه و نظر میاد که خیلی جذاب و شایسته به همه ما در این پرسش ها تعمل کنیم. در واقع ما یک جلسه از این دوران که حد کردم بیرمتی کردیم به تحقیق فلسفه دین بودیم با بعد از پرسش های فلسفه دین آشنا شدیم. جلسه آینده شده یکم درباره ادبیات‌شناسی روانشناسی و جامعه شناسی صحبت کنیم و بعد از پایان جلسه چهارم درباره پرونده بحث مقدماتی متعددی میبحثیم و از جلسه پنجم وارد بحث نسبت اهمیت میشیم.